سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه طبق روال به مهمترین رویدادهای هفته گذشته به ویژه نشست ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو خواهیم پرداخت و در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین. در ادامه نیز از توافق تهران با بریتانیا در خصوص معرفی کاردورهای غیر مقیم در تهران و لندن خواهیم گفت. گزارش نیز داریم از مایستان بختیاری خبرنگارمون در ترکیه درباره اظهارات اخیر معاون نخست وزیر ترکیه در خصوص تلاش تهران در اخلال در روند صلح میان PKK و آنکارا. و نیز نگاهی خواهیم داشت به پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان که مدیریت آن را محمود احمدی نژاد به عهده دارد. در پایان نیز گزارشی داریم از احتمال حذف یارانه برای 3 دهک بالای درآمدی در ایران. با ما همراه باشید. تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در حالی در ژنو خاتمه یافت که طرفهای شرکت کننده این دور از مذاکرات را در مقایسه با گذشته مثبت و مفیدتر توصیف کردند. خانم اشتون و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این مذاکرات را اساسی و با نگاه به آینده توصیف کردند. هیئت نمایندگی ایران با ارائه پیشنهادی که واکنش مثبت کشورهای غربی را به دنبال داشت در این نشست شرکت کرد. پیشنهادی که ایران خواستار واکنش مساعد غرب آن شده است. طرفین مذاکره در پایان مذاکرات بیانیه مشترکی صادر کردند. انتشار چنین بیانیه مشترکی در مذاکرات هسته‌ای ایران بی سابقه بوده است. دور پایانی مذاکرات ایران با 6 کشور غربی عصر روز چهارشنبه با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار شد و برای اولین بار در پایان مذاکرات دو طرف یک بیانیه مشترکی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه به دو روز مذاکرات محتوایی و با نگاه به آینده میان هیئت‌های نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 و ایران اشاره شده است. این بیانیه می‌افزاید وزیر خارجه ایران کلیات طرحی را به عنوان مبنای مذاکرات ارائه کرده که توسط اعضای گروه 5 به علاوه 1 به عنوان مشارکتی مهم در فرایند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت در این دور از مذاکرات به شکل بی‌سابقه‌ای به جزئیات پرداخته شده است. به گفته خانم اشتون کشورهای 5 به علاوه 1 به دقت پیشنهادات ایران را بررسی خواهند کرد. محمد جواد ظریف نیز در این نشست خبری گفت در مورد جزئیات مذاکرات صحبت نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران افزوده است دلیل برای نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و منافع ما ایجاب می‌کند که هر گونه نگرانی بین‌المللی را در این زمینه رفع کنیم. با بیان اینکه غنی‌سازی حق ایران است و این کشور از این حق کوتاه نخواهد آمد، از الگوی برد برد به عنوان تنها راه حل دستیابی به موفقیت یاد کرد. آقای ظریف گفت وارد مرحله جدی و دشواری شده ایم و مذاکرات را باید با حسن نیت پیش ببریم. در همین حال عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران روز چهارشنبه گفت که طرح پیشنهادی ارائه شده توسط ایران شامل اعطای اجازه برای بازرسی جامع‌تر از تأسیسات هسته‌ای ایران نیز می شود. گفته‌های آقای عراقچی که ایسنا آن را منتشر کرده در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از عراقچی نوشته پذیرش پروتکل الحاقی روی میز است اما نه در حال حاضر. سخنان مذاکره کننده ارشد ایرانی در شرایطی عنوان شده که وی روز سه‌شنبه پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران را رد کرده بود. در همین راستا و در نشست خبری ظریف پس از پایان مذاکرات وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا ایران پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت گفت یک سری محدودیت‌های قانونی درباره پروتکل الحاقی در ایران وجود دارد که باید با آن بپردازیم. وی افزود نمی‌توانم جزئیات مذاکره را افشا و مطرح کنم. این موضوعاتی است که در بحث هستند و در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری درباره آنها انجام خواهد شد. در صورت امضای پروتکل‌های الحاقی NPT، بازرسان آژانس می‌توانند از تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای به طور سرزده بازرسی داشته باشند. در رویدادی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در مورد مذاکرات ژنو گفته است هیئت‌های آمریکایی برای بحثی واقعی به ژنو رفته و این اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرده است که از دید نمایندگان آمریکا برخی جزئیات فنی مطرح شده در این دور از مذاکرات پیش از این سابقه نداشته است. به گفته وی، وند شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا قرار است به زودی در مورد این دور از گفتگوها به کنگره گزارش دهد. با این حال وی اذعان کرده است که فعلا قرار نیست تحریم لغو شود و باید در این مورد مذاکرات بیشتری صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ما شاهد سطح جدیدی از گفتگو هستیم که با آنچه که پیش از این رخ می‌داد تفاوت دارد. در رویدادی دیگر اسرائیل اعلام کرده است هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران خواستار رسیدن به راه حل سیاسی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواسته است تا با هر گونه توافق‌نامه‌ای که به پایان برنامه هسته‌ای نظامی ایران منتهی نشود موافقت نکند. در طی نشست دو روزه چهار دور مذاکره در شهر ژنو میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شد. مذاکرات بعدی قرار است روزهای 7 و 8 نوامبر، 16 و 17 آبان ماه برگزار شود. همانطور که در گزارش آمده بود، آخرین دور مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 در فضای مثبت‌تر از نشست‌های پیشین صورت گرفت. اگرچه به گفته کارشناسان تا توافق کامل میان طرفین مذاکره و رفع تحریم‌ها راه درازی در پیش است، اما به نظر می‌رسد افقی تازه را در مذاکرات هسته‌ای به وجود آورده است. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف این مذاکرات را مثبت خواندند و خوشبینی‌هایی نیز برای حل و فصل مذاکرات هسته‌ای به وجود آمده. با این حال هنوز بسیاری به پیشرفت در مذاکرات ژنو اظهار تردید کردند. از جمله شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند. اما دلیل این خوشبینی‌ها چیست؟ از مهمان برنامه محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین پرسیدم ارزیابی شما از مذاکرات ژنو چیست و خوشبینی‌های به وجود آمده چقدر واقعی است؟ خدمتتون عرض کنم که خب این ابراز خوشبینی معمولا در تمام این 5 دور مذاکراتی که ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 داشته معمولا پس از پایان جلسات همواره اعلام شده و اینطور نبوده که در جلسات قبلی این ابراز خوشبینی رو نکرده باشه. الان هم دو طرف خوشبین هستن که مذاکرات رو به موفقیت بره. البته این مربوط به اینه که ایران بتونه اون شفاف سازی و اعتماد لازم رو پس از قابل خودش برسونه. در غیر این صورت من فکر نمی کنم که این خوشبینی فقط چیزی است که الان مطرح میشه و همونجوری هم که صحبت کرده خود آقای ظریف و خود خانم کاترین اشتون قرار دور بعدی مذاکرات هم در هفته برگزار بشه و ایران تمایل داره که این نشست در سطح در واقع وزیران باشه. با پیشنهاد ایران که جزئیات آن هنوز مشخص نیست، آیا امروز شاهد روند جدیدی در مذاکرات هسته‌ای هستیم؟ قاعدتاً بعد از صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کرد مبنی بر اینکه یک نرمش قهرمانانه‌ای باید در سیاست خارجی ایران صورت بگیره، طرف غربی هم این احساس رو کرده. البته ناگفته نماند که در وضعیت موجود ایران در یک وضعیت اقتصادی بد قرار داره. آقای روحانی در همین سخنرانی در این هفته در دانشگاه تهران داشتن به صراحت گفتن که خزانه خالیه، مشکلات اقتصادی عدیده دارن، نمیتونن طلب در واقع طلبکاران رو پرداخت کنن و دولت در واقع دستاش بسته است حتی برای پروژه در واقع دادن یارانه به مردم. این نکاتیه که باید در نظر بگیریم که امروز جمهوری اسلامی در یک موضعی قرار گرفته که مجبوره در این مذاکرات امتیاز بده و بتونه در واقع یک بخش از این تحریم‌ها و پول‌هایی که بلوکه شده توسط آمریکا اونها رو بتونه در واقع به دست بیاره تا بتونه وضعیت اقتصادیشو سر سامون بده. البته ناگفته نماند که یه بخشی از این پول‌ها باید خرج اون گروه هایی بشه که با ایران در تماس هستن، در پروژه های ایران دخالت دارن و به خاطر نبود پول اونها با مشکل مواجه شدن. لذا جمهوری اسلامی الان در یک وضعیتی قرار داره که از هر سو لازم میبینه که این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسه و بتونه یه بخشی از این تحریم ها رو به نوعی برطرف کنه و مشکلاتش حل کنه. واکنش تندروها در آمریکا و در ایران که نسبت به این گفتگوها خوشبین نیستند چقدر میتواند بر روند مذاکرات تاثیر داشته باشد؟ خب قاعدتا لیدر این تندروها و کسانی که اونها رو باید کنند سر نخشون در
و شخص خود آقای خامنه ای. اما نکته که هستش در وضعیت کنونی، خود آقای خامنه ای وضعیت اقتصادی و بحرانی داخل کشور رو میدونه و در واقع گزارش لازم رو بهش دادن، این اجازه رو داده که در واقع این تیم مذاکره کننده بتونن یک نرمشی رو داشته باشن و در قبالش بتونن یک امتیازاتی رو به دست بیارن. کما اینکه الان هم ما میبینیم که خود عراق اونه که محتویات این بسته پیشنهادی ایران محرمانه است و از کشورهای غربی هم میخواد که اینو به بیرون بروز ندن. این جالبیه و نکته جالب بودنش برای داخل کشوره و شاید همون حساسیت هایی که اون تیم های اون رو در داخل کشور میتونن ایجاد کنن برای تیم مذاکره کننده به این دلیل بود نه مذاکرات در واقع به صورت شفاف شه و همه بیرون منتشر بود. آقای عباس عراقچی درباره نقشه راهی گفت که باید به درستی ترسیم و روشن شود. نقاط اساسی این نقشه راه چیست و آیا میتوان افق روشنی برای این نقشه راه متصور بود؟ نکته مهمی که این نقشه راهی که در واقع جمهوری اسلامی به دنبالش هست در واقع اینه که بتونه هر چه زودتر بخشی از این تحریم ها رو همونطوری که گفتم برطرف کنه تا ایران بتونه به منابع مالی مورد نظر خودش برای حل برخی از مشکلات اقتصادی داخل کشور به دست بیاره. و این مشکلاتی هم که در واقع کشورهای غربی با ایران دارن بیشتر اون بخشی که ایران حاضر به شفاف سازی و حاضر نیستش که در واقع بازرسان سازمان انرژی اتمی بتونن هر وقت که دلشون خواست برن و این مراکز رو بازدید کنن. این نکاتی هستش که دو طرف در حال در واقع گفتگو هستن و اگر همون جوری که سخنگوی خانم اشتون گفتن ایران تمایل داشته باشه برای حل این مشکل و اعتماد سازی کنه و اولین قدم رو برداره و میتونه این اولین قدم در واقع تعلیق همین غنی‌سازی 20% باشه یا باز کردن مراکزی که بتونن بازرسان آژانس از اونجا بازدید کنن، این نکاتیه که میتونه در ابتدای راه مطرح باشه. حال باید دید که طرف ایرانی آیا حاضر هست در ابتدای این قدم ها رو برداره، چون آنگونه که مشخص شده ایران این گونه موارد رو معمولا در انتهای طرحش گذاشته و در وهله اول انتظار داره که طرف غربی در واقع دست اونها رو بگیره و کمک کنه برای حل این بحران های تحریم ها. برای تحقق خوشبینی ها نسبت به توافق هسته‌ای به نظر شما طرفین گفتگو باید از چه مسائلی که مانع برای رسیدن به توافق است پرهیز کنند؟ خب اگر ایران واقعا صداقت داشته باشه، یعنی جمهوری اسلامی در واقع صداقت داشته باشه در مذاکراتی که داره انجام میده و قدم‌های سازنده‌ای برداره، در قبال اون حتما طرف غربی این تحریم‌ها رو کاهش خواهد داد و میتونه کمک بشه به وضعیت اقتصادی داخل ایران. اما با توجه به صحبت‌هایی که شنیده میشه از داخل کشور و جدی که حاکمه از طریق تندروهایی که متصلن به بیت خود آقای خامنه ای، اونها حاضر به عقب نشینی در روی برخی از مسائل نیستن و کما اینکه در مطبوعات داخل ایران شما میتونید مشاهده کنی که با در واقع کاهش سطح تولید اورانیوم غنی شده یا خروج اون بیرون از ایران در یک کشور ثالث و حتی بازرسی ناگهانی از ایران در این مقطع اونها به طور کل مخالفن. اینه که باید دید که آیا واقعا اینها به دنبال خرید زمان هستن فقط یا واقعا میخوان مذاکرات به پیش بره و این مشکل حل بشه. با سپاس از مهمان برنامه محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز که از نروژ با ما همراه بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به محرمانه ماندن توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک تاکید کرده است. وی گفته است من و همکارانم آنچنان استوار و منطقی مذاکره کردیم که هیچ نگرانی از افشای مطالب مذاکرات نداریم. آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود نوشته است مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود. توافق کردیم که بحث‌ها محرمانه بماند. محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای آن نیست. اطمینان داشته باشید که هیچ نگرانی در مورد اعلام عمومی آنچه در مذاکرات طرح شد نداریم. اما هدف ما از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و نه بهره برداری های زودگذر تبلیغاتی.
اما خبر دیگر در هفته گذشته این بود که ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات اتمی ژنو توافق کردند ظرف دو هفته کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی کنند. دو کشور قرار است به زودی بیانیه‌ای نیز درباره این توافق منتشر کنند. در پی حمله آذرماه سال 90 به سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا از لندن خارج شوند. در پی دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا در نیویورک، دو طرف در زمینه ارتقای سطح روابط به توافق رسیدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از توافق ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات ژنو خبر داد. بر پایه این گزارش، دو کشور تا هفته دیگر کاردارهای خود را معرفی خواهند کرد. به گزارش ایرنا، توافق بر سر مبادله کاردار در جریان دیدار دو جانبه مجید تختروانچی، معاون اروپا آمریکایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با سایمون گس، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا حاصل شده است. این دیدار صبح چهارشنبه 24 مهر ماه در حاشیه مذاکرات ژنو انجام شد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در پارلمان این کشور گفته بود که دولت در صدد برقراری روابط جدید با ایران است. آقای هیگ گفته بود هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم منصوب خواهند کرد که مأمور بازسازی مناسبات و از جمله برداشتن گام‌های موقت به منظور بازگشایی نهایی سفارت‌های کشورهایمان خواهد بود. هیک گفته بود که ماه‌های آینده در مناسبات ایران و بریتانیا احتمالاً بسیار مهم خواهند بود. همان زمان ایران نیز از توافق دو کشور بر سر تعیین کاردار غیر مقیم خبر داده است. وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا دو بار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر ملاقات و گفتگو کرده بودند. ویلیام هیک همچنین روز دوشنبه 7 اکتبر تلفنی با محمد جواد ظریف تماس گرفته بود. وی در نیویورک پیرامون گسترش مناسبات سیاسی میان دو کشور و گشایش سفارت بریتانیا در تهران گفته بود لندن باید اطمینان پیدا کند که سفارتش میتواند کارهای یک سفارت را به راحتی انجام دهد. بر پایه این گزارش، از اهم وظایف کاردارهای دو کشور پرداختن به موضوعاتی چون تعداد و شرایط کارکنان دو سفارتخانه خواهد بود که پیش از این هم مورد بحث میان مقامات دو کشور قرار گرفته است. پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران، نخست وزیر بریتانیا طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که خواهان بهبود روابط تیره میان تهران و لندن است. دیوید کامرون در نامه خود اظهار امیدواری کرده بود که ایران مسیر متفاوتی در پیش گیرد و آماده بهبود قدم به قدم و دو جانبه تهران و لندن باشد. نخست وزیر بریتانیا همچنین تاکید کرده بود که بهبود روابط دو جانبه فرایندی تدریجی و مستلزم رسیدگی به موضوعات مختلف است. روحانی نیز که در دوره مبارزات انتخاباتی خود بارها گفته بود که ایران خواهان تعامل و همکاری با جامعه بین المللی است، از بهبود روابط با بریتانیا استقبال کرده بود. اما شماری از مطبوعات و رسانه‌های ترکیه با استناد به اظهارات اخیر یکی از فرماندهان حزب کارگران کردستان PKK شایعات و حملات گسترده‌ای را علیه ایران منتشر کرده و مدعی شدند که تهران تلاش می‌کند مانع از عملی شدن توافق آنکارا با PKK شود. آقای بشیر آتالای، معاون نخست وزیر ترکیه، گفته است موضوع تروریسم در ترکیه منشأ خارجی دارد و ایران را متهم کرده که در روند صلح اخلال ایجاد می‌کند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهام را رد کرده و نسبت به آن واکنش نشان داده است. مهستان بختیاری، خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. موضوعی که این هفته آقای بشیر آتالای، معاون نخست وزیری ترکیه، در ارتباط با ایران مطرح کردن از جهات مختلفی قابل بررسی هستش. آقای آتالای اعتقاد دارن که موضوع تروریسم و تغذیه اون در ترکیه یک منشأ خارجی داره. به طور مشخص هم در این رابطه از ایران نام میبره و عنوان میکنه که جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که روند مذاکرات صلح میان PKK و دولت ترکیه رو مختل بکنه. آقای آتالای عنوان میکنه که در این زمینه ما اطلاعات موثقی رو داریم که برخی مقامات کشورهای مختلف ارتباطاتی رو با رهبران PKK داشتن که بتونن متوقف بکنن مذاکرات صلح رو.
این موضوع البته از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله رد شد. خانم افخم هم عنوان کردن که مشکلات داخلی رو نمیشه با چنین اتهامات واهی حل کرد و جمهوری اسلامی ایران همواره از روند صلح در هر کدوم از کشورهای منطقه که باشه حمایت کرده. به هر حال همونطور که گفتیم این مسئله از جهات مختلفی قابل بررسی هستش. نخست اینکه موضوع تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه موضوع تازه‌ای نیست، اما اگر به طور مشخص بخوایم به طرح مسئله که آقای آتالای این هفته مطرح کردن بپردازیم، لازم هست که یک مقدار رویدادهای مرتبط با این موضوع رو در چند ماه گذشته بیشتر بررسی بکنیم. اگه یادمون باشه در اوایل بهار امسال که مذاکرات صلح به طور جدی میان دولت ترکیه و پیکاکا دنبال میشد و طبق توافق طرفین قرار بود که پیکاکا نیروهای خودش رو از خاک ترکیه خارج بکنه، همون موقع یک مصاحبه خیلی مهمی رو آقای مراد کارایلان از رهبران پیکاکا انجام داد که این مصاحبه بازتاب بسیار زیادی رو اون موقع داشت. آقای کارایلان عنوان کردن که ما در مقابل اینکه در خاک ترکیه باقی بمونیم و نیروهای خودمون رو از ترکیه خارج نکنیم، پیشنهاداتی رو از سوی برخی کشورهای منطقه داشتیم که در مقابل باقی موندن در خاک ترکیه لوجستیک لازم و کمک‌های لازم رو به ما بدن. خیلی‌ها اون موقع اعتقاد داشتن که درست آقای کارایلان از کشور خاصی نام نبرده، اما خب این احتمال رو می‌دادم که منظور آقای کارایلان در واقع جمهوری اسلامی ایران باشه. در همون اثنا هم در واقع گمان زنی هایی بود و اخباری جسته و گریخته مبنی بر این که برخی مقامات سپاه پاسداران ملاقات هایی رو با رهبران پیکاکا در پایگاه پیکاکا در کوههای قندیل انجام دادن. جدای از این مسئله در یک سال گذشته خب ما شاهد بودیم که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه عده‌ای رو در ترکیه مخصوصا در همون جنوب ترکیه و مناطق کردنشین دستگیر کرد که بعد از بازجویی و اعترافاتی که این افراد کردن از ارتباط خودشون با سپاه پاسداران ایران صحبت کردن. به هر حال این موارد رو وقتی افکار عمومی بررسی میکنه در واقع میخواد ببینه چه ارتباطی میان رویدادهای گذشته و موضوعی که امروز آقای آتالای مطرح میکنه وجود داره و تا چه اندازه در واقع ادعای آقای آتالای صحت و صحب داره. مضاف بر این که مسئله سوریه هم به هر حال در نوع خودش به تنش‌های میان روابط دو کشور دامن زده، اما با همه این اوصاف با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و روی کردی که به هر حال دولت آقای حسن روحانی مدعی اون بود که در تلاش است که روابط خودش رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشه، یک استقبالی هم دولت مردان ترکیه با خوشبینی نسبی از این موضوع کردن و بسیار امیدوار بودن که دست کم روابط جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه در این زمینه بهبود پیدا بکنه و این روابط رو بتونن ارتقا بدن. همین هفته گذشته هم آقای داوود اوغلو در امتداد همین موضوع عنوان کرد که ما تلاش میکنیم که روابطمون رو با کشور ایران ارتقا ببخشیم، دست کم در بعد اقتصادی، و حتی امیدوار بودن که سقف مبادلات تجاری 25 میلیارد دلاری فعلی رو به رقم خیره کننده 100 میلیارد دلار برسونن و حتی ابراز امیدواری کردن که تحریم ها در مورد ایران شکسته بشه تا از این رهاورد بتونن این ارتباط رو بیشتر با ایران برقرار بکنن در بعد اقتصادی. با این همه حال مسئله پیکاکا برای دولت ترکیه از دو بُعد و دو مقطع کوتاه مدت و دراز مدت اهمیت زیادی داره. در مقطع کوتاه مدت به هر حال انتخابات سال آینده رو دولت ترکیه در پیش روی داره و در مقطع دراز مدت هم چشمنداز دولت مردان ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا بوده، اتحادیه اروپایی که به هر حال باید برای پیوستن به اون مشکلات عدیده داخلی رو رفع کرد که یکی از همین مشکلات هم مناقشه میان دولت ترکیه و
پکاکا هستش. با این همه همونطور که گفتیم خوشبینی نسبی که دولت مداران ترکیه نسبت به روابط و ارتقای روابط با جمهوری اسلامی دارن در دو بود میتونه دوچار چالش بشه. یکی مسئله همین موضوع پکاکا هست و دیگری مسئله تحولات اخیر سوریه است که در هر دو هم جمهوری اسلامی نقش بسیار تاثیرگذاری رو داره. در ادامه واکنش ها به نقل خاطره توسط هاشمی رفسنجانی مبنی بر موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا، محسن قمی معاون بین الملل دفتر رهبری گفته است روابط جمهوری اسلامی با آمریکا حل نشدنی است. همچنین احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی را یک دروغ بزرگ خوانده و به رسانه های اصلاح طلبی که این نقل قول را بازتاب دادند هشدار داد که جاده صاف کن آمریکا شدند. این موضع‌گیری ها در حالی است که در مراسم های مختلف شعار مرگ بر آمریکا شدت بیشتری گرفته است. محسن قمی معاون بین الملل دفتر رهبری با بیان اینکه ما به دنبال جنگ و قطعنامه نیستیم گفت روابط ما با آمریکا به هیچ وجه حل شدنی نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر آقای خامنه‌ای با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا بازدارندگی فعال است گفت سیاست بازدارندگی یعنی رشد و توسعه علمی و تکنولوژی، یعنی حفظ وحدت ملی برای منافع کشور و حرکتی همگام در قوای مختلف. در همین راستا احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی درباره شعار علیه آمریکا را یک دروغ بزرگ خواند و به رسانه‌های اصلاح طلبی که این نقل قول را بازتاب دادند هشدار داد که جاده صاف کن آمریکا شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علم الهدا در خطبه نماز عید قربان در این خصوص گفت در خاطرات یک آقای مسئولی چنین نوشته که آیت الله خمینی فرمودند مرگ بر شوروی از صدا و سیما حذف شود و مرگ بر آمریکا را نیز به آن ضمیمه کردند. چنین سخنی یک دروغ بزرگ است و کسانی که تلاش می‌کنند بحث ایجاد رابطه با آمریکا را به آقای خمینی نسبت بدهند دچار خیال باطل شدند. علم الهدا در بخش دیگری از خطبه های خود به تصمیم دولت حسن روحانی برای نظرسنجی درباره سفر اخیر رئیس جمهور ایران به نیویورک و اقدامات دیپلماتیک او نیز انتقاد کرد. به گفته آقای علم الهدا، یک عده که قائل به حاکمیت اسلام در زندگی بشر نیستند، زمزمه مسموم سر می دهند که رابطه با آمریکا را به نظرسنجی بگذارند. اما مگر اصول انقلاب قابل نظرسنجی است؟ در همین حال خبرگزاری فارس از مراسم نماز عید قربان که صبح دیروز در دانشگاه تهران برگزار شده گزارش داد که در این مراسم مردم پی در پی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. خبرگزاری‌های دیگر حکومتی نیز در روزهای اخیر گزارش کردند که در مراسم‌های مختلف شعار مرگ بر آمریکا با شدت بیشتری سر داده می‌شود. این در حالی است که منتقدان می‌گویند عده‌ای سازماندهی شده از طرف سپاه برای سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در مراسم‌های مختلف بسیج شدند. واکنش‌ها به سخنان هاشمی رفسنجانی به دنبال نقل خاطره وی با آیت الله خمینی افزایش یافت. هاشمی در این خاطره گفته بود رهبر پیشین انقلاب موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا شده بود. انتشار این اظهارات که به فاصله کمی پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نیویورک و گفتگوهای خبرساز مقام‌های دو کشور با یکدیگر انجام شد، واکنش منفی گروهی از محافظه‌کاران را در ایران به دنبال داشت. دادستان جدید دیوان محاسبات کشور میگوید برای پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان که مدیریت آن را محمود احمدی نژاد بر عهده دارد، دادخواست‌های لازم صادر شده است. اما هنوز مجازات متخلفان مشخص نیست. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که برداشت 16 میلیارد تومان از حساب دولت در راستای منفعت شخصی بوده و دادسرا و دیوان محاسبات نیز با رصد سریع ماجرا این پول را به حساب بیت المال برگردانده است. دادستان جدید دیوان محاسبات این اقدام مسئولان دانشگاه ایرانیان را مجرمانه اعلام کرده و اظهار داشته است برای این پرونده از نظر رسیدگی و اعمال مجازات‌های اداری دادخواست‌های لازم صادر شده است. از نظر وصف مجرمانه هم آن را به مراجع قضایی اعلام کرده ایم. آقای شجاعی گفت که مجازات آنها هنوز مشخص نیست و باید به آن رسیدگی شود.
ماجرای 16 میلیارد تومان هم این چنین است که چند روز پس از پایان کار دولت احمدی نژاد اسنادی در رسانه ها منتشر شد که نشان میداد حدود 16 میلیارد تومان در روز پایانی دولت پیشین به دستور خود او برای راه اندازی دانشگاه از نهاد ریاست جمهوری جابجا و به حساب شخصی و مشترک به نام خود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. نزدیکان احمدی نژاد ابتدای این موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش کمک را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم 16 میلیارد تومان اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است. این در حالی است که دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام توقیف شده بود و مالکانش امکان دسترسی به این حساب را نداشتند تا مبلغ مذکور را به ریاست جمهوری ایران بازگردانند. در همین حال و در شرایطی که جنجال‌ها پیرامون این 16 میلیارد تومان بالا گرفته بود، نامه‌ای به امضای حمید بقایی منتشر شد که در آن حسن روحانی اعلام کرده بود دانشگاه ایرانیان در آینده به شرکت سهامی عام تبدیل می‌شود. آقای بقایی در نامه خود علاوه بر کمک 50 میلیاردی همچنین چندین ساختمان در تهران و مراکز استان، زمینی حدوداً 200 هکتاری در اطراف تهران و همینطور همکاری مسئولان در دولت آقای روحانی را خواسته بود. این فرد نزدیک به احمدی نژاد در نامه خود همچنین بدون نام بردن از افراد ادعا کرده است که دانشگاه بین المللی ایرانیان با استقبال گسترده دانشگاهیان داخل و خارج از کشور روبرو شده است. در روزهای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعلام شد که او قصد دارد پس از ترک دولت یک دانشگاه تأسیس کند. آقای احمدی نژاد شماری از نزدیکان خود از جمله اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی را به مدیریت این دانشگاه در حال تأسیس منصوب کرده است. اکبر ترکان مشاور آقای روحانی این اقدام را مجرمانه خوانده بود. ترکان همچنین از آخرین اقدامات محمود احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری انتقاد شدیدی کرده و مدعی شده بود که او تنها در مدت یک ماه و نیم پایانی ریاست جمهوریش اموال و دارایی‌های عمومی را به صورت گسترده بخشیده و جابجا کرده است. به گفته آقای ترکان میتوان بر اساس این اقدامات 45 روزه پایانی احمدی نژاد یک کتاب تاریخ نوشت. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد، از احتمال حذف 3 دهک بالای درآمدی برای جبران بخشی از این کسری بودجه خبر داد و همچنین درباره قطع کامل یارانه‌ها هشدار داد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت گفت که دولت از طرف مجلس موظف به افزایش قیمت‌ها شده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت با بیان اینکه چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف شوند، خواستار برخورد عادلانه و منطقی با این مسئله شد. سخنگوی دولت همچنین درباره قطع کامل یارانه ها هشدار داده و گفته است اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد. محمد باقر نوبخت در ادامه گفت که دولت آقای روحانی برای پرداخت نقدی یارانه ها هر ماه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد و برابر این احتمال حذف یارانه 3 دهک بالای درآمد وجود دارد. معاون رئیس جمهوری ایران با اشاره به رشد اقتصادی منفی 4.5% و وجود تورم 36% در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی گفته است که در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر یارانه می گیرند. آقای نوبخت تأکید کرده است که ثروتمندان نیازی به کمک دولت ندارند. در همین حال به نظر می رسد یکی از مهمترین چالش های دولت ایران در این زمینه نحوه شناسایی 3 دهک بالای درآمدی در جامعه این کشور یا همان ثروتمندان است. در همین رابطه چند روز پیش نیز محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس با کمبود 600 میلیارد تومانی دولت در هر ماه برای پرداخت یارانه ها اشاره کرده و گفته بود دولت برای تامین آن هر ماه کلاه برمی‌دارد و از این بنگاه و آن بنگاه پول می‌گیرد که این نیز موجب ضعف بنگاه ها و در نهایت ضربه زدن به تولید اقتصادی کشور خواهد بود. باهنر هشدار داده چنانچه دولت یارانه 2 دهک جامعه را حذف نکند، تا پایان سال تورم 44% به 48% خواهد رسید.
مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی که از همان زمان روزهای نخست این دولت از نبود بودجه کافی برای پیش بردن بسیاری طرح‌های اقتصادی گله کردند، از مدتی پیش از احتمال حذف یا بازنگری جدی در نظام پرداخت یارانه‌های نقدی خبر می‌دهند. کسری بودجه دولت همکنون از مسائل جدی اقتصاد ایران است. برآورد شده است که دولت بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و در چارچوب آن تمام شهروندانی که مشخصات خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت کرده بودند مشمول دریافت کمک نقدی ماهانه شدند. همچنین اظهارات آقای نوبخت در شرایطی عنوان شده که قرار است یارانه نقدی دور 22 از ساعت 24 امشب به حساب های خانواده های ایرانی واریز شود. ممنون که ما را تا این ساعت همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.